هممون شنیدیم که هیچ چیز نمیتونه از نور سریعتر حرکت بکنه. سرعت نور ماکسیموم سرعتی است که میشه حرکت کرد. چرا؟ چون اگر بتونه با سرعت نور چیزی حرکت بکنه، زمان براش متوقف میشه. یعنی دیگه نمیتونی بگی فردا، حتی نمیتونی بگی یک دقیقه بعد. فکر نمی کنید این سرعت نور ممکنه سرعت حرکت زمان باشه؟ چون زمان هم داره حرکت میکنه دیگه، مثل یک فلش، فقط از یک سو. این زمانی که ما حس میکنیم برای همه یکسانه، برای همه موجودات یکسانه. یعنی یک ثانیه‌ای که من حس میکنم برای یک زنبور هم یک ثانیه است. اجازه بدید سرعت بال زدن یک زنبور رو کم بکنیم. اینقدر کم میکنیم که بتونیم فواصل هر بال زدن رو قشنگ ببینیم. این فیلم با سرعتی گرفته شده که 167 بار سرعت بالهای زنبور رو آهسته کرده. و تازه اینجا میبینیم که یک ثانیه طول میکشه هر بال زدنش، یعنی 167 برابر سرعت بال زدنش بیشتر از سرعت ماست. حالا بیاییم خودمون رو با این زنبور که 100 بار در ثانیه داره بال میزنه مقایسه کنیم. زمان اون زنبور با ما یکی نیست. من فاصله قدم زدنم یک ثانیه است، اون فاصله بال زدنش یک صدم ثانیه است. فکر میکنید زنبور وقتی منو نگاه میکنه حرکت من رو چطور میبینه؟ سلو موشن میبینه. یعنی وقتی من میخوام زنبور رو بگیرم رو هوا، میبینه همونجور که ما وقتی من بگیریمش میگه بزد، حرکت میکنه به سرعت میره. ولی اون زنبوره فکر نمیکنه که داره حرکت میکنه به سرعت میره. اون براش زمانش اونه. یعنی اگر این آقای زنبور یه ساعت مچی داشت یا میتونست بسازه، ثانیه شمارش یا عقربای دقیقه شمارش اینقدر به سرعت میچرخید که ما گیج میشدیم، میگفتیم آقا این چه وضعشه، چرا اینقدر سریع میچرخه. ولی برای اون نه، اون واحد زمانشه. برعکسش هم نگاه کنید، لاک پشت. لاک پشت خیلی آروم حرکت میکنه. قلب لاک پشت در دقیقه حدود 5 تا 10 بار میزنه، زیاد نمیزنه. یعنی واحد زمان لاک پشت درست همون نسبت رو داره که ما با زنبور داشتیم. یعنی لاک پشت که منو نگاه میکنه میبینه من چقدر سریع حرکت میکنم. من که نگاه میکنم میبینم اون داره آروم حرکت میکنه. پس هر کدوم از ماها داریم در زمان حرکت میکنیم، ولی نه با سرعت زمان. سرعت زمان خیلی سریعتر داره رد میشه از ماها. اگر ما برسیم به اون سرعت، زمان متوقف میشه. حالا اگر که سرعت نور وقتی است که همه چیز متوقف میشه، پس باید سرعت زمان باشه. اون سرعت زمانه که اگر توش باشی نمیتونی فردا یا حتی یک ثانیه دیگر رو داشته باشی. عمری ازت نمیگذره. علم ثابت کرده که وقتی یک فضانورد با سرعت زیاد حرکت میکنه، کمتر عمرش سپری میشه نسبت به افرادی که روی زمین هستند. یعنی اگر دو نفر برادر دوقلو رو داشته باشیم، یکی روی زمین و یکی در فضا حرکت بکنه، اونی که توی فضا هست هر چی سرعتش بیشتر میشه نسبت به برادر روی زمینش کمتر عمرش میگذره. به این نمودار نگاه کنید. فرض کنیم مکان یا فضا سطح ایکس وای و زمان خط زیه که عمود رفته بالا، یا تی برای تایم، زمان. ما در قایقی نشستیم و بادی که میوزه همون سرعت زمان. هرچه ما بادبانها را تنظیم کنیم که بیشتر در معرض وزش باد یعنی زمان قرار بگیره، بیشتر با سرعت زمان
حرکت خواهیم کرد و کمتر در بعد مکان. هرچه بیشتر به سرعت گذر زمان نزدیک میشیم، در مقایسه با یه نفر دیگه که با سرعت معمولی خودش داره حرکت میکنه در مکان، میبینیم که نسبتمون خیلی فرق میکنه. حد اکثر سرعت حرکت ما در فضا چیه؟ سرعت وزش باد، که همون سرعت زمانه. ما باید مستقیم در مسیر باد، یعنی در مسیر زمان حرکت کنیم و چپ و راست نمیتونیم بریم. اگه چپ و راست حرکت کنیم، از سرعت عمودی ما در زمان کاسته میشه و در نتیجه در بعد مکان حرکت میکنیم. این همون کاری که ما داریم الان میکنیم. اگه به سرعت حرکت زمان برسیم، دیگه در بعد مکان حرکت نخواهیم کرد و فقط در زمان حرکت خواهیم کرد. حرکت ما در مکان هرچه بیشتر بشه به سرعت نور نزدیک میشیم. نگاه کنید، این وکتور داره میچرخه میاد بالا، یعنی هرچه من سرعتمو در مکان بیشتر بکنم، به نظر میاد که وکتور داره میچرخه و میاد به سمت زمان. وقتی که عمود به سمت بالا بشه و فقط سرعت زمان، دیگه در مکان حرکت نمی کنم. فرض کنید که من و شما روبروی هم نشستیم، قلب شما همون 70 در دقیقه رو میزنه، ولی قلب من دقیقه‌ای یه دونه بزنه، ولی اوکیمو ضعف نمی‌کنم. برای من زمان طوری باشه که قلبم دقیقه یه بار بزنه. فکر میکنید شما منو چطور میبینید؟ اگه مقایسه بکنید درست مثل لاک پشته میشه، یعنی منم شروع میکنم خیلی آروم حرکت کرد، ولی زنده هم. من شما رو خیلی سریع میبینم. حالا این فاصله ضربان قلب رو دوباره ببریم بکنیمش 1 ساعت، نگاه میکنی میبینی من تکون نمیخورم، ولی من شما رو میبینم میگم چرا اینقدر وول میخوره، چرا اینقدر داره سریع حرکت میکنه. ولی زمان برای من فقط عوض شده، یعنی اگر که زمان برای من عوض بشه، یعنی من سریع تر به گذر زمان نزدیکتر بشم، من رو شما آرومتر و آرومتر سلو میبینید، تا حتی اگه سرعت من خیلی زیاد شده شما فکر میکنید که من مردم. ولی البته خب نمیشه همچین چیزی. چرا؟ چون ماده هر چیزی که یک ذره وزن داشته باشه نمیتونه با سرعت نور حرکت بکنه. توی هیدران کلایدر در سوئیس تونستن ذرات رو با سرعت 99.99% سرعت نور حرکت بدن، ولی نتونستن با سرعت 100% سرعت نور حرکت بدن، چون غیر ممکنه. طبق فرمول و معادلات آینشتاین، وقتی اجسام نزدیک به سرعت نور میشن، وزنشون اضافه میشه. یعنی اگر یک جسمی بخواد به 90% سرعت نور برسه، وزنش 2 برابر میشه. اگر به 100% سرعت نور برسه، اینقدر وزنش اضافه میشه که میشه بی نهایت و غیر ممکنه. حمل کردن همچی جسمی غیر ممکن میشه. نکنه وقتی که آدم میمیره شروع میکنه با سرعت زمان حرکت کردن، ولی جسمشه که نمیتونه ببره با خودش، چون جسم وزن داره و نمیتونه با اون سرعت حرکت بکنه. شاید یه چیز دیگه است، همونی که بهش میگیم روح، که وقتی با سرعت نور حرکت میکنه مجبوره جسم رو بذاره و خودش بره. یعنی من وقتی که میمیرم زمان برام متوقف میشه، در نتیجه 100 سال بعدم اگه یکی بمیره، همون زمانی به من میرسه که من هستم. یعنی همه ما در یک زمان صفر خواهیم بود.